قتل اتفاق افتاده. پروندهشو پیگیری میکنه. وکیل آریا پرونده رو. آقا هیچ جا ندید، همینجا بمونید که یه فیلم ممنوع آوردم براتون. تا آخرش با من باشید که بررسی آتیشی و سری و خشنی داریم. فیلم مسلط بعد از 3 سال توبیخ بالاخره قراره چهارشنبه 17 خرداد ما بره رو پرده. اگه نمیدونید چرا 3 سال گیر بوده، باید بگم به خاطر برداشت سیاسی و چالش و حواشی مختلف که اول موضوع داستانش بوده اتفاق افتاده. یکم از داستانشو بهتون میگم تو موضوع دستتون بیاد. ولی اگه نگران اسکولید نباش، بالا در من شل کن بشین پای کار. مسلط روایتی از پرونده مشکوک و پررمز راز پسر یکی از مقامات عالی رتبه کشوره که در حال و هوای دهه 60 بوده میشه. فضای فیلم در سالهای اول بعد از انقلاب. داستان از جایی شروع میشه که مهدی پسر آیت الله مشکاتیان که یکی از مقامات بلندپایه قوه قضاییه است مرتکب قتل میشه. اطرافیان پدرش برای پوشوندن این قضیه از جهل سند تهدید و هر گویی که میشه خورد استفاده میکنن و سرباز بیگناهی رو به جای مهدی به قتل متهم میکنن. خانواده سرباز مادر مرده بیگناه به دادستان جلالی مراجعه میکنن و ازش میخوان با عدالتی که از اون سراغ دارن پرونده رو پیگیری کنن. پیگیری های دادستان جلالی به جایی میرسه که متوجه میشه تو این پرونده پر از تناقضات خرطوخره. خلاصه سعی میکنه قاتل اصلی رو پیدا کنه و مدارک رو به خانواده مقتول برسه. پتفت میکرده دی؟ شما به جامعه همکاری بکنه رو اتفاق خواهم بستش. دور بزن. بزنشون زمان که مسعود قاسمی رو سواک رو برد بالا پایین. حسین جلالی به دنبال عدالت و این موضوع رو چندین بار صراحتا بیان میکنه. اطرافیان آیت الله مشکاتیان که به دنبال لاپوشونی این موضوع بودن متوجه میشن جلالی کوتاویا نیست و سوزنش گیر کرده و تا قاتل اصلی رو پیدا نکنه آروم نمیگیره. اما این وسط آیت الله کاشانی حرکتی فنی و خفنی میزنه که اینجا جاش نیست بگم، چون داستان میره رو هوا. اون وقت دیگه چیزی نمونه که شما به خاطرش باشی بری سینما. شما همکاری بکن رو اتفاق خاموش بشه. دور بزن. زمانی که مسعود قاسمی رو سواک برد بالا پایین کرد. حسین دارابی کارگردان مصلحت تا اینجای کار دو هیچ از وزارت ارشاد جلوه. با این داستانی که فیلمش کرده من موندم ارشاد با اون در و پیکر شخمیش و گیرای سپیچ شخمیترش چجوری به این فلک زده اجازه دادن فیلمش رو بیرون بکشه. من در عجبه بالا. اما بیاد از شخصیت ها بگم. آیت الله مشکاتیان فرهاد قائمیان نقشش رو بازی کرده در نقش روحانی بلند مرتبه در قوه قضاییه بعد از انقلاب و دست راست آیت الله بهشتی. حسین جلالی بعید رحمانی بازی کرده و در نقش دادستان درستکار و عدالت طلب که همه بهش اطمینان دارن نقش آفرین کرده. مهدی مشکاتیان با بازی مجید نوروزی که نقش پسر آیت الله مشکاتیان رو بازی کرده و طی حادثه باعث مرگ یک نفر میشه. مسعود با بازی امین نوروزی نقش منفی و لاشی داستان و شخصیتی که با عقده‌های فراوان از رژیم شاهنشاهی حالا که در دولت انقلابی مسئولیتی داره به دنبال عقده گشاییه. در بدو کشورمون به لطف خدا پیشرفت بسزایی تو تولید آدمای عقده‌ای داشتیم که از برکت و کرمش الان نیم خط در میون آقا و آقازاده عقده‌ای داریم. که همینجوری پیش بریم تو المپیک میتونیم پرچم سرنگ کشورمون به اعتزاز در بیاریم. والا به خدا خیلی بدبخت. یه مش گوزو به در نخور خانواده مشغول شدن آقازاده. اسم آقازاده میاد آقا کهیر میزنم ایم. آقا صاحب کن که ترش کردم رو فیلم امشب. لایک و کامنت هم یادت نره اشخاف. فدایی دارم. دمت رو گرم تا بعد خدا نگردم.